موسیقی سکوت صدای شنیدنی است. بگذار که گفتگو به زبان هنر شود. سلام و درود به شما عزیزان و بینندگان محترم برنامه زندگی در تهران. من هاجین مظفری هستم. با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. قصد داریم که بخش‌هایی و قسمت‌هایی از برنامه رو اختصاص بدیم به هنرمندان نازنین پایتخت نشین. اینجا نواب توی کوچه پس کوچه‌اش هستیم و قرار در خونه یک هنرمندی رو بزنیم که گفتگو باهاشون خالی از لطف نیست. من خودم که خیلی هیجان دارم. هنرمندی که قرار باهاشون صحبت کنیم، سازنده ساز و ابداعگر چند ساز هستن. با ما همراه باشین که گفتگوی داشته باشیم. حضور استاد جاله نازنین هستیم. استاد جاله عزیزم، اول اینکه لطف کنین خودتون رو معرفی کنین رو به بینندگان برنامه. بله، من اسمم محمد رضا ایلدار جاله است. این ایلدارش یکم معمولا میگن شما از اقلیتی، ایلدار ترکیه دیگه، ایلو تبار، ایلدار جاله. متولد 17 خرداد 1326 هستم در مشکین شهر آذربایجان. البته علت این که اونجا چرا من به دنیا اومدم، چون برادرم همش تهرانه. بله. و سنگلج. بله. چون پدر من نظامی بود، بعد از اینکه قائله آذربایجان یک سال اعلام استقلال کرد، وقتی که شکست خوردن از ایران رفتن، قوای ارتش داخل از تهران رفتن پادگان ها رو گرفتن. دلست. از جمله پدر من هم یکی از همینا بود. من دوباره مشکینشهر بودم تا کلاس هفتمم اونجا درس خوندم. کلاس هشتمم و چون تهران ما خونه داشتیم تو همین خیابون شکوفه رودکی یا نوا، درسته، لذا دوباره برگشتیم، پدر بار و بنه رو بست و آمدیم تهران و ساکن این خیابون نوا شدیم. مدرسه هم همین بغل دستمون، اسمش مدرسه یادگار بود و رفتم اسنویسی کردم، ولی از اونجایی که ارزه درس خوندن نداشتم خانم، نتونستم. به خدا یه چند سالی هم خوندم به زور رشوه به پول دادن تا 11 خوندم، ولی نه غیرت دیپلم گرفتن اینا نداشتم. دور از جون شما. در عوض الان یک هنرمند به نام، ولی حرفه رو خیلی دوست داشتم. اصلا کلن بازی کردم با چوب دوست داشتم از بچه. چوب انرژی عجیبی داره، بسیار عجیبه. فلز آهن بوی زندگی میده، اصلا آهن بوی خون میده. صد لایه اینم بردارید همونه، شش روز همینو سیغل بدی همونه، ولی تو چوب نه. تو چوب کافیه یه لایه کوچیک بر میداری، درسته، لایه زیری با لایه بالایی نمیخونه، یه دفعه یه چیزی عجیبتر زد بیرون، دیدنی تر. درسته. لذا خب منم چون دوست داشتن دیگه رشته سازسازی رو هم انتخاب کردم. البته علت این که چرا رو ساز زیاد رفتم این بود، یه روز با داداشم رفتیم یک آسیابی بود نزدیک خونمون، آسیاب کهنه‌ای بود، درسته، داداشم گفت بریم، یه باغی داشت، درختای سیب زیادی داشت، گفت بریم کم سیب بچینیم بخوریم. گفتم خب بریم. داداشم دستمو گرفت و رفتیم. من وقتی که مشرف به این آسیاب شدم، دیدم یه آقای نشسته ساز میزد. منم تا حالا تار ندیده بودم. دیدم بله، با یه دست داره این تکون میده، با این دست شمه این داره حرکت میکنه. از داداشم پرسیدم که محمد این کیه؟ گفت آقای منصوریه، خانمش تازه فوت کرده، میاد اینجا میشینه و ساز میزنه. و من صدای گریه اونو ساز میزدم، اینو من میشنیدم. درست. خلاصه ما با دیدن
اون ساز عاشق معشوق این آقای منصوری شدیم. بعدا داداشم یه تار گرفت، بعدا برادر بزرگترم یه ستار برام گرفت. تا سال دیگه 57 قبلا یکم جست و گلخته کار میکردم، ولی پدر زیاد مخالف موافق ساز نبود. درسته، فرمودی نظامی بودم. پدر نظامی بود و خب مذهبی، لذا میگفت به هر خونه‌ای که این ساز بره فرشته نمیره. علی تو خب بالا فرشته میمد، چون همسایه‌مون فرشته خانم میمد خونمون، میشستن صحبت میکردم. کنجکاو شدم که بیشتر به این بپردازیم که چطور از یک پدر نظامی و مذهبی یک پسر ساز، هنرمند و شاعر. شما شعر هم میگید. بله بله، درسته؟ بله بله. قبل از اینکه برسیم به این بحث استاد، درسته، آخوندزاده میبینید شمر ابن زلدوشن در میاد، پسر شمر ابن زلدوشن، پسر آقای طالقانی، یادتونه دیگه چه فتنه ای شد اینا دردزر، در حالی که بهتر نرفتن دیگه، برعکس میشن در اثر سختگیری ها. استاد بفرمایید شما چند سالتونه؟ 1126 دیگه، 76 سال میشه. ماشاءالله بهتون نمیاد، ولی جوون تر بهتون میاد. خیلی جوون، چون دلتون جوونه. برای اینکه شما اهل هنرین. اهل هنرین. و ضمناً خیلی به ندرت پیش میاد که ما با اندوه سر کار داشته باشیم. درست. معمول اینه که صبح زور همیشه دور و برم دوستان میان، نهار با هم میشینیم، میگیم، میخندیم. و از همین رو گذشته همسرم بسیار مهربون 90% شاید روحی شادی روحیم و حالم به خاطر خانممه و تعلیم تربیتی که رو بچه ها داره. چند تا فرزند داریم؟ 5 تا، 3 تا دختر، 2 تا پسر. 2 تا پسر. پسرایی رفته، یکیش تایلنده، یکیش سوئده. دختر ازدواج کردن؟ اونا بله. بله، یه زن تایلندی دارن، یکیشون زن تایلندی داره، یکیش هم نه اینجا زن گرفت و رفت اونجا، هر کدوم هم یه بچه. دخترها ولی برای دل بابا هم فعلا. دخترها فعلا اینجا پیش منن، اینا هم یواش یواش مثل که چه افتخاری بکنم فرزندان شما به شما با وجود همچین پدری. حتی عادی میشه دیگه. نه، همچین چیزی عادی نمیشه استاد. شما از دلشون خبر ندارین. میدونین توی مردم، توی جامعه چقدر افتخاره که شما یک پدری داشته باشین، اهل هنر. نسبت به خانواده، نسبت به دوستان، حتی نسبت به اهل محل، نسبت به کوچه، نسبت به خیابون، سعی کردم اون عواطف انسانی رو که لازمه یک زندگی شیرینه، اینو هم برای خودم هم برای خانواده فراهم کنم. کوچکترین ارتفاع صدا با بچه ها نبوده، اونا نسبت به من نداشتن، نسبت به مادر نداشتن، بسیار مؤدب و خوب بود. لطف خدا بوده دیگه. خدا را شکر. استاد جالب، دوستم کمی درباره کودکیتون برای ما تعریف کنین. از کودکی که اصلا چی شد؟ کم کم اصلا از کجا شکل گرفت این علاقه مندی؟ کودکی که میگم، من مشکین شهر به دنیا اومدم دیگه، یک شهر بسیار. نه منظورم خاطراته، منظورم اون حس و حالیه که هر کودکی به هر حال در اون زمان 100% خاطرات بسیار علاقه داره به یک شغلی. از ما پرسیدن دیگه، بچه بودیم دوست داری در آینده چی کارشی؟ میخوام ببینم اون حرف شما تو اون دوران چی بوده، چه خاطره هایی داره. دلیلش هم این بود، خود پدر من اهل هنر بود. حالا در پادگان پدر من آهنگر بود، یعنی کارهای آهنگری پادگان رو کلن پدرم انجام میداد و منم که دست منو میگرفت میبرد پادگان، همیشه صدای سندان و چکش و اون صدای دنگ دنگ خیلی قشنگ سندان همیشه تو گوشم بود. ولی با همه این همسایه‌ای داشتیم حسین آقا، این نجار بود. تا بیکار می‌شدم وای می‌ستادم این که چجوری رنده می‌کشه، چوب و چجوری لایه لایه ور می‌داشت، همه اینها تو روح و روان من تأثیر گذاشت و
و رفته رفته من به چوب علاقه مند شدم. چقدر جالب که همون صدا باعث میشه که یک نفر علاقه مندیش رو به یک چیزی پیدا. بله. حتی برادرم که هم مشکی شهر بود اومد تهران، اون قاب ساعت درست میکرد. درست. قاب ساعت، ساعت قدیم گران بود، به این سادگی نبود. 25,000، 2 تومن، 3 تومن پول ساعت. این ساعت‌ها توی قاب چوبی میرفت. اینا رو داداشم درست میکرد، دونه 2 تومن، 150 تومن، نه 1,000 تومن، 150 این میفروخت. داداش گیره بقیه کارا رو من دیگه انجام میدادم. درست. قاب ساعت درست میکردم، میفروختم. نسبت به چوب اصلا علاقه داشتم از بچگی و باعث شد که اومدم. حالا چرا اصلا این رشته رو به کل انتخاب کردم؟ خیلی پرسجو کردم. یعنی در زمان تحصیل رسم بود دیگه، مدارس که تعطیل میشد ما میرفتیم یه جای کار میکردیم. درسته. من حتی حروف چینی چاپخونه رفتم کار کردم، چاپ کارت، کارت ویزیت. بله. کار کردم، دوچرخه سازی کوچیک برای بچه ها، دوچرخه سه چرخ اونجا کار کردم. اونم خودش یه نوع هنره. بله، تخت خواب سازی بود، اونجا کار کردم. و در زمان سربازی میرفتم تو پادگان مکانیکی، بقیه خدمتم و بعد از دوره آموزش تو مکانیکی بودم. ولی تنها شغلی که دیدم باعث شادی روح و روان آدمه قسمت سازسازیه. یه تیکه چوب بی جان رو شما میگیرید و آرام آرام اینو فرم میدی، شکل میدی، صورت بهش میدی و رفته رفته اینو به حرف میندازی. عجیبه که وقتی این میخواد حرف بزنه همراه من، هم دل و هم صحبت منم میشه. وقتی ساز بر میداری چه تشبیه شما... جالب. بله بله، هم صحبتت میشه. ابو عطا دلت میخواد با شما ابو عطا میزن، سگاه دلت میخواد اونم با سگاه با شما همراهی میکنه. یک جسم بی جان تبدیل میشه به یک جسم جاندار. جاندار که میتونه حرف بزنه، میتونه مسکنت باشه، میتونه شادی بخشت باشه، میتونه. و چقدر این ساختن لذت بخشه. ساختنش که اصلا، ساختن هر چیزی به نظرم لذت بخشه. حتی خوشوی مجسمه سازم 100% از اون لذت میبره، یک باغبان از اون لذت میبره. ولی حسن مال ما علاوه بر این که دیداریه، درسته، شنیداری هم هست. کار این باغبان که این گلو پرورش داده، اینو کاشتیم، خب دیداریه. ولی در کار ما شنیداری هم هست. صدای اون چوب رو میتونیم از توش بکشیم بیرون و آرامش خاطر. نه فقط یک صدا، بلکه هزاران صدا. این بود که خب اینم انتخاب کردم. و خودم هم یه دو بیتی دارم که میگم چه بسا روز و ای بسا شب تار، برده هم رنج ها و مهنت کار. حاصل عمر رفته هم این بود، یادگاری به نام تار و ستار. به به. بله. در این جهان اثر بیشمار میماند، اگر قبول فتد پایدار میماند. به نام و مهر رضا تار یا ستاری چند، خدا بخواهد اگر یادگار میماند. به هر حال اینا سازهایی رو میارم پیش من گاهی اوقات، مال 140 سال پیش، 150 سال پیشه، شکسته، ضعیف شده، ولی خواهشن اینو درست کنید یادگار پدرمه، یادگار پدر بزرگمه. و من هم وقتی اینا رو میسازم یقین دارم که کسانی خواهند بود که ببرن به استادکارهای بعدی که این یادگار پدرمه. اینو لطفا درست کنید و خواهد بود، یادگارهای خوبی خواهد بود انشالله. همینطور. انشالله. درود بر شما. قربون شما برم. استاد ما رو مهمون میکنین به شنیدن اشعار قشنگتون. میتونم بله دفتر شعرم. بله حتما. ما با بخش بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم که بریم کارگاه در واقع سازسازی استاد جاله رو ببینیم. Thank you.
شو ای کاش که دریافتمی عهد شباب، تا نمی دادمشان دست گل عمر به آب. حیف و صد حیف ندانسته شد از دست و نشد فرصت خالی و پر کردنی از جام شراب. کو گل سرخ که با گریه گرفتند از او با نی و آتش و با دیگ کمی عطر و گلاب. یاد باد آن که در آغوش من او بود و نبود آن شب تیره کسی شاهد ما جز مهتاب. حال آن لحظه که من بودم و او ممکن نیست باز یابم مگرش دیدن در عالم خواب. ای شب و روز گذر کرده کجایید که من تک و تنها شده ام مانده در این دیر خراب. سال 76م هست، 76 سالمه دیگه، سال 76م هست ولیکن چه کنم عمر افزون شده و کم شده از طاقت و تاب. تشنه ام تشنه، کسی دست برون خواهد کرد زاستینش بچشاند به من از باده ناب. میوزد باد فنا، جاله نگه دار کلاه، نیست آنی که دهد هم به سؤال تو جواب. این یه غزل بود که به تاریخ 6-6-1402. چشم. یه غزلم به تاریخ 11/5 بود. حقیقتش دلم نمیخواست ثبت کنم، ولی برای چند نفر که از دوستان خوندم راغب شدن و گفتن چرا زبان خیلی ساده ای داره این شعر، بنویس بمونه. اسم غزل مگر تو. نبودی مگر تو، مگر تو نبودی که آغوش خود را به رویم گشودی. نبودی تو لبخند بر لب نشاندی، نبودی تو از من دلم را ربودی. نبودی مگر تو که با دست مهرت غبار غم از چهره من زدودی. تو بودی که پیشم شبی آرمیدی و آرام در بستر من غنودی. مگر رفته از یادت آن شب که از هم فدایت شوم ها شنیدم شنودی. اسیر دو چشم سیاه تو من به این مطلع آن شب غزل را سرودی. نگفتی حریری که با عشق بافم نبیند بر آن کس نه تاری نه پودی. نگفتی به عشقت بسوزم بسازم، تو گویی که در آتش افتاده عودی. چرا بردی از یادتان عهد و پیمان و رفتی و رفتی و رفتی چو رودی؟ من آن جاله ام، هیچ فرقی نکردم، ولی آنچه با من تو گفتی نبود. کارگاه استاد رضا ژاله هستش و دوست داریم که راجع به اینجا از زمانی که در واقع اینجا رو استاد به عنوان کارگاهشون انتخاب کردن سوالاتی ازشون بپرسیم. استاد ژاله یه خورده از اینجا برای ما بگیم، کارگاهی که داریم. از اینجا یا اونجا؟ از اینجا. خب باید بریم از اونجا شروع کنیم. کارگاهی که
الان شما تشریف دارید، من اینجا را از سال 1369 دایر کردم. قبلش خونه پدریم که تو همین چهارراه شکوفه خیابون نواب بود، درست، کوچه صالحی پلاک 15، خونه پدری بود و من هم کار سازسازیمو از سال به طور رسمی، یعنی از سال 1357 شروع کردم و اونم چون پدر در قید حیات بود معتقد بود که این هر کسی از این سازا درست کنه فرشته به خونش نمیره، لذا احترامشو منم نگرد. سالی که پدر فوت شد و مرداد ماه مرد و کارهای 30 و 40ش تموم شد، من یه اتاق کوچیکی رو از مادر گرفتم، 12 میتوند، همه نوار. درست. اون اتاق خالی کردم و ماشینم رو فروختم و رفتم ابزار فنی خریدم و به صورت امروزی دیگه کارگاه درست کردم. درست. سالها اونجا بودیم تا خونه ما افتاد تو طرح نواب. اونجا که خراب شد، خب به تب من اومدم گشتم این حوالی، این خونه رو پیدا کردم. کارگاه مناسب، زیرزمینیش خیلی مناسب این کار بود، لذا نقل مکان کردم و امروز در اینجا در خدمت شما. مثال 1369. استاد جاله عزیز، بفرمایید که یک ساز روند ساختش به چه شکله؟ تا چه سازی رو ما در نظر بگیریم؟ چون من حدود 28 نوع ساز درست میکنم، هر کدوم برای خودشون شیوه خاصشو داره. فرض کنیم اگه دایره بخوام شروع کنیم، خب روند خودشو داره، تا زمانی که میخوام یه تار درست کنیم، یه ستار درست کنیم یا سازهای ابداعی درست کنیم. خب اینو ما میپردازیم بهش، راجع به این سازهای ابداعی شما. بله، از لحظه‌ای که چوب از تو باغ خریدیم، که قدیم ما خودمون میرفتیم به قول معروف توی باغ، بله، تنه های درخت انتخاب میکردیم، من گوشی هم میبردم، گوشی پزشکی، اینو میذاشتم گوشم، بعد میذاشتم روی تنه درخت، دو تا ضربه میزدم با چکش، اگه صدای توپر میداد معلوم که این درخت کرمونیست، بدنه پره، بله، و میگفتیم میبریدن و به اندازه‌های معین می‌آوردیم، دیگه بقیه‌اش خون انجام می‌دادیم. نه اگر درخت پوک بود صدای پوکی می‌داد، نه از خیری می‌گذشت. از لحظه‌ای که این چوب بریده می‌شد می‌اومد تو کارگاه، دیگه مراحل ساختش بود دیگه. چوب از وسط نصف می‌شد، دولوک می‌شد، الگوها رو می‌ذاشتیم روش، اضافاتمون رو می‌زدیم تا به صورت دو تا صابونی به قول معروف، دو تا مکعب مستطیل می‌شد. درسته. اونا رو میچسبوندیم. شیوه کار من به کل از روز اول با سازندگانی که قدیم کار میکردن فرق داره. مثلا من تار درست کنم، خب قدیمی ها یه تیکه همین چوب رو که میگم دولوپیه به هم میچسبونن، شکل تار رو در میارن، بعد شروع میکنن یه مقدار از تور رو در میارن، میذارن میخشکه، آروم آروم سایه خشک، بله، که نتره که، بعد شروع میکنن دوباره هی مرحله به مرحله. من این شیوه رو چون از اول خودآموز بودم، استادکار نداشتم، لذا شیوه خودم رو پیدا کردم. از همونجا شکل گرفت که گوشی میذاشین گوشتون و بله. این صدای چوب رو میشنید. من دیگه خودم شیوه کارم رو انتخاب کردم و اون اینه که من اول رو همون چوبی که چهار گوش مکعب مستطیله میان داخل کاسه رو کامل با الگوهایی که دارم، بله، در میارم، بعد میرم با بیرونش رو با اره در میارم. گرچه برای خیلی سخته، حتی وحشت میکنن نگاه کنن که پشت اره من چجوری اینو میزنم، درست، ولی برای من دیگه عادی شده، ترسم ریخته، به راحتی پشت کاسه رو با اون میزنم و میرم برای مراحل بعدی که بخوش که دوباره به هم دیگه بچسبونیم، شکل بیرون رو بدیم، دوباره فرزکاری کنیم و دسته ساخته بشه، نصب بشه. استاد جاله، بعد از این همه سال اون عشق و علاقه به ساز هنوز مونده یا فقط تبدیل شده به کار؟ نه بابا، اصلا اینقدر علاقه دارم که هیچ، میدونید که مثلا من امروز خانوممو ندیدم، خب
معمول بر اینه که ساعت 6 اینا من از خواب پا میشم، 6:30 تا دیگه بیام گلا رو آب بدم، برم کوچه رو تمیز کنم. و مسلم اینه که دوستانمونم که بیان ساعت 8:30 دیگه صبحانه خورده شد من مشغول به کار میشم، مگر اینکه خانمم یه دوتا یا تلفن میکنه یا دوتا میزنه به این ستون از بالا، یعنی بیا برای نهار، منم دوتا میزنم جواب میدم یا تلفن رو دیگه میدونن اگه نرفتم بالا یعنی پایین مهمون داره. درسته. لذا کاری نداره. شده که من فقط شبم تا ساعت 10-11 اینجا کار کردم و رفتم بالا خانمم رو دیدم. به این چقدر خوب که کارگاه دقیقا توی خونه است. یه حسن محل داره. کار آره حسن سیر شدنی نداره که این کار به قدری علاقه مندی داره. الان که خدمت شما هستم یه ستار کوچولو پشت سرتونه. بله. 1500 و این ستار 1550 ساز منه. 1505 تا ساز ساختم. از اولین سازی که ساختم تو دفاترم ثبته تا آخرین سازی که ساختم شماره و ردیفش اینجا هست. چوبشو کی خریدم، از کدام شهرستان خریدم، کی شروع کردم توشو در آوردم، کی بیرونشو در آوردم، کی صفحه گذاشتم و کی اولین مضراب بهش خورده. این یه بچه شناسنامه داره، همه‌شون شنو به چی فروختم، به چی مبلغ فروختم، همه‌شو دارم دیگه. مثل قدیمی افسانه پردازی نداره که یحیی در ماه 4 تا در سال 4 تا تار می‌ساخته، بعد میومدن می‌نشستن هر کی خوب نبوده می‌زدن می‌شکنده مینداختن زیر دی. این افسانه ها دیگه نیست. الان همه‌ش ثبت شده است، تعمیرات هم ثبت شده. 4692 تا تعمیر دارم، اونا رو هم ثبت کردم همه رو. ماشاءالله. باعث افتخار بنده است اولا که در منظر شما و در حضور شما و مطمئنم بینندگان برنامه هم لذت خواهند برد از این برنامه. ان شاء الله که همه بتونن قربون شما و اون خصت قدیم رو استادان امروز از دست بدن، آنچه که دارن اون رو به دوستانی که طالبن یاد بدن. مثلا این الان ماشاءالله سومین سازش تو ویترینه. ماشاءالله. خب سومین سازش یعنی من اگه محرمو بزنم با ساز خودم اشتباه میشه. یا اون دوست عزیزم که اونجا مظلوم نشسته، خب اولین سازش بغل دستش گذاشته داره کارهای فنیشو انجام میده. از چیزی کوتاهی خدایی نمیکنم. اینا این فرزندان من هست که به هر حال بعد از من کی باید این به عهده بگیره این کار را رو انجام بده. لذا همین دوستانه تناسخ تو هندی ها میگن تناسخ. بله. من اینو قبول دارم، نه اینکه من روحم بره، نه من میتونم این جوان که اومده ایشون که اومده مغز خامه، میتونم دانش خودم رو اندک اندک منتقل میکنم به مغز اینها. خب مغز اینها میشه هدایتگر بدنشون دیگه. آنچه که من یاد دادم به اینا دستاشون تحت فرمان و مغزشون هم کاری رو که من میکنم دیگه. پس من شدم دوتا، پس من شدم سه تا. تکثیر میشه. بله. اینا ماشینه، بدن یه نوع ماشینه دیگه. کی هدایتش میکنه؟ مغزم. وقتی من بتوانم دانش خودمو اون کوچولو، حالا اسمش علمیش نمیدونم، در حقیقت میذارم تو مغز ایشون یا اونشون، خب تحت فرمان شروع میکنه کار کردن. پس من شدم دوتا، پس من شدم. تناسخ همینه. درسته کاملا. بله همینه، تناسخ همینه. استاد جلوی نازنین، اولین ساز ابداییتون اسمش چی بوده؟ اولین ساز ابداییم مربوط به سال 1357 میشه، یعنی همون اوائلی که شروع کردم به ساز ساختن. حقیقتش هیچ وقت راضی به این نمی شدم که ستار داشته باشیم و بعد از ستار تار داشته باشیم. یعنی فاصله لااقل 4 تا 5 تا ساز رو می طلبه. یا بین تار ما ساز ابدایی که بخواد ساز صدای بم تولید کنه رو نداشتیم که.
تار رو بر می داشتن، پوست نواره رو بر می داشتن، سه تا سیم ویولونسل می داختن، همین تار رو می کردن. تارباسون هم به پیشنهاد کلنل وزیری بود که صدای بمی هم تو ارکست داشته باشه. باز من رو این کار کردم، حدوداً شاید سه جور چهار جور سازه ابداعیه امروز قشنگ دوستان هم میسازن و یواش یواش تو ارکست صدای بم رو داریم، بدون اینکه دیگه به تار هم توهین بکنیم، برداریم فرض کن پردایی اضافهش رو باز کنیم، سیماش رو باز کنیم، دهنه نواره رو لخ کنیم به خاطر صدای بم. نه، سازی رو با شکل خاص خودش من طراحی کردم، بسیار بسیار قشنگ. ما میتونیم این ساز رو ببینیم و بیننده برنامه هم بالا میارم دونه دونه، حالا لازم شد نه اون دونه. اولین سازی که ابداع کردین خیلی نظرم جالبه من... دیدنش خالی بله از بله لطف نیست. ساز دلنوازیتون خب من میتونم این ساز سیاه رنگه. بله بله بله، محبت کنید بگی اینه. بله بله، این ساز جزء اولین ساز ابداعی منه و ساز دلنواز فرمودیم. بله دلنوازه. چرا دلنواز؟ دلو می نوازه. البته خب من دلنواز هست، دلگشا هست، دلارام هست و دو سه تاسی هست که اسم دخترامو گذاشتم، نغمه، نرگس، نسیم. به بچه اسم اسم دخترام هم گذاشتم. خب حالا چون دیگه تار و اینا رو می ساختم دیدم فاصله شون زیاده. یکی از اون سازهایی که ابدا کردن این سازه، اسمش دلنوازه و یک کاسه داره و عین تار همون 6 تا سیم داره. درست. ولی نواره رو حذفش کردم که در تار که نواره داریم قسمت جلو این قسمت رو حذفش کردم، به طول دسته اضافه کردم و این ساز حالا صداش هم 2 اکتاو کامله، یعنی 2 و از نظر اکتاو دیگه ساز کامله، چون طولش یکم طول دست زیاده یه بندی رو گذاشتم که نوازنده بتونه راحت دیگه میشینه. حالا این ساز هم با مضراب زده میشه هم با ناخون زده میشه، هر دو رو دوستان دوست دارن. این صدای نه صدای تاره نه صدای ستار. خب این وسط ها دوباره باز طراحی کردم، اسمش نسیمه که بین این و تارو یعنی جاهای خالی رو پر میکنه. میگم استاد یه شب که پرسید گفتم استاد وقتی ارکستر داره میزنه، گروه نشسته داره میزنه، خب من هم حاضرم دارم گوش میدم دیگه، جای خالی این سازها رو من آخه چرا ما باید ساز بادی یه دونه نی داشته باشیم؟ دیگه سازهای دیگر هم قبول ندارن حتی برای زدن، یعنی سرنا نمیتونه تو ساز برای خواننده بیاد بنوازه، نمیشه. درسته، متاسفانه. بدیم به من یه کمونچه داریم، میتونی تکیه بدی اونجا. خب ما یه کمونچه داریم، آخه بلد. چرا فقط یه کمونچه؟ قیچه کم اواخر همین شاه بود که چیز هنرهای زیبا قیچک رو یواش یواش تو کار آورد. درسته، تو ارکستر از قیچک هم درسته استفاده کردن. ولی من میگم چون صداها رو آشنا میدونم که چه صدایی رو در کجای ارکستر ما کم داریم، یا از نظر موسیقایی تو ارکسترمون تو سازهای ملیمون چی رو کم داریم، منم طراحی میکنم. امیدوارم که دوستانمون سازندگان نوازنده ها شود استقبال کردن از این سازهای ابداعی. نسل جوان به راحتی میپذیره، نسل قدیم نه. مثلا چرا نمیپذیرن نسل قدیم؟ عناد، عناد. مثلا میگم در جایی بودیم خب سازهای ابداعی بود،
درسته. خب منم سازهای دائمی دلگوشایی که از سازان بود، آرشهی صدای بم داره، به جای ویولونسل نواخته میشه. خب من در اون جلسه آقای زلفنونم بود، پرسیدم استاد از این سازهای ابداعی می نوازیدش یا؟ گفت نمیزنم آقا. خب ببینید این چه مفهومی باید داشته باشه، در حالی که این نوازندگان هستن که از ما سازندگا باید بگه که آقای فلانی، آقای سازنده. در این گروه ببینید ما در این سیستمی که نشسته داره برنامه اجرا میکنه، سازی کمبود احساس میکنید که طراحی بشه برای این کار؟ خب به تب من رو به تشویق بندازن، منو راغب کنن به این که، نه این که خب بزنن به ذوقمون. متاسفانه 90% این نوازندگان قدیممون به اکراه رفتار میکنن، حتی در رنگ ساز هم میگن که نه نباید مثلا متغیر کنه. روزی یکی از فامیل ما اومده بود اینجا برای دختر خانمش یه گیتار خواست. بله. من یه نگاهی که به این دختر کردم دیدم لباس صورتیه، گل سرش صورتیه، خدا شده کفشش صورتی بود. گفتم که چشم، من الان زنگ میزنم برای شما یه گیتار پیدا می‌کنم. زنگ زدم به فروشگاه یکی از دوستانمون، گفتم که یه گیتار میخوام که رنگ صورتی داشته باشه. این دختر یه دفعه گفت استاد از کجا میدونستین من از رنگ صورتی خوشم میاد؟ گفتم از کفشت، از لباست، از گونه سره، از دستبنده. خب مناسب ذوقش. نمیگیم ما تار سبز بزنیم، که اگرم سبز بزنیم چه اشکالی داره، ما صدا رو میخواییم دیگه. اتفاقاً استفاده از رنگ‌ها پر از انرژی، پر از حس خوب. من یه کارگاه نجاری رو دیدم در خارج بود، این استاد نجار رنده‌هاشو چیده بود. درسته. ببینید رنده یکیش سر خوک بود، قسمتی که دستگیره داره، یکیش سر سگ بود، یکیش سر اردک بود. ببینید فراخور استعداد و ذوق افراد آمده، اون رنده کارشو میکنه، کاری نداره. درسته. ولی خب این شخص ممکنه خوک دوست داره، یکی اردک دوست داره، میره بخره، تنوع همون کار انجام میده ها، ولی خب مناسب دلش، مناسب حال و هوای خودش میره ابزارشو میخره. نیست متاسفانه. خب صد حیف واقعا. صد حیف. حتی یه دونه سیمی که شما امروزه ما در تار و ستار داریم، خب اینو درویش مشتاق در کرمان به ستار اضافه کرد. من شنیدم که یکی از نوازندگان قدیم تا به این سیم میرسیده پاره میکرده مینداخته دور. صدای سیم بم خالی بالا رو داشته، بوم 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 بوم. ولی امروزه که بغل اون سیم بممون یک سیم سفیدم آوردیم، وقتی جناب فرهنگ شریف، جناب آقای شهناز وقتی رو اون سیم میرن، انگشت گذاری رو اون سیم میشه، حقیقتش بگم تمام تار و پود احساسی آدم رو به لرزه در میاره. صدا اینقدر کامل و دوست داشتنی. الان یه آقای اومده سفارش سازی رو به من داده که یک یا دو تا سیم هم در بغل ساز اضافه کنیم، یعنی 8 تا سیم باشه. خب ایشون آهنگسازه، نیاز احساس کردی که این کار اتفاق بیفته. درسته. گفتم اتفاقا قبل از شما من یه کاری رو کرده بودم، بغل دسته همین تار یه تیکه هم استخون اضافه کرده بودم و روی خرک چیزی رو اضافه کرده بودم و بالا گوشی گذاشتم که نوازنده میتونست صدای بمی رو هم بگیره، علاوه بر اون سیم‌های اصلی تار میتونست، حالا اگه لازم نداشت این اضافی بغل دسته رو میتونست برداره بذاره تو جلدش، ولی اگه لازم داشت این اضافه میکرد به بغل دسته ساز و سیم رو مینداخت رو گوشی میرفت، میتونست اجرا کنه. درست.
خب امیدوارم که نسل جوان که داره استقبال بکنه. برنامه هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد قبولتون واقع شده باشه. امروز استاد رضا ژاله نازنین مهمان برنامه بودن، هنرمندی که هم شاعرن هم ساز. امیدوارم که مورد قبولتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.